سلام، عرفان سلیمی هستم با دومین قسمت از برنامه نقد ترانه که اختصاص داره به نقد ترانه زده بارون با صدای مسعود صادقلو در خدمتتون هستم. ترانه‌ای که به همراه ملودی از خود مسعود صادقلو چند وقت پیش منتشر شد و خیلی هم شنیده شد و در واقع خیلی هم مورد توجه قرار گرفت. بریم ببینیم که ترانه به چه صورت هست. میگه زده بارون به اون صورت ماهت، یکمی خیز شدن موهای صافت، سرزبون دارم ولی تو رو که میبینم مست چشمات میشم ساکت میشم. راجب وزن کار خب صحبت نمیتونیم بکنیم چون احتمال زیاد در واقع قطع به یقین این ترانه با ملودی در واقع همزمان نوشته و ساخته شده و در درجه اینجور موقع نمیتون راجع به وزن صحبت کنم. اما راجع به قافیه و ردیف ها، ماهت و صافت یعنی ماهت و صورت ماهت و موهای صافت ها، تو میشه ردیف، این دوتا تا ردیف میشه، ماه و صاف قافیه نیست، یک ایراد قافیه است، اما میبینم و میشینم قافیه است. و لحاظ مفهوم میگه زده بارون به اون صورت ماه، خب اصلا مشکلی نداره، خیلی هم زیباست. یه کمی خیز شدن موهای صافت، ببین دیگه اصلا اشکالی حالا به اون صورت محسوب نمیشه، اما وقتی به خاطر زیبایی شناسی ترانه دارم اینو میگم، وقتی ما میگیم صورت ماهت یعنی بارون به اون صورت ماه خورده، کاش این موها رو هم به یه چیز دیگه ای تشبیه میکردیم، یعنی مثلا یه کمی خیز شدن این مثلا جنگل موها، درخت ها یه جنگل یه همچی چیزی، نمیدونم چه تشبیه. موی صافه اگر تغییر میکرد بهتر، سرزبون دارم ولی تو که میبینم مست چشمات میشم ساکت میشم. خب سرزبون دارم تو که میبینم مست چشمات میشم ساکت میشم، خب مشکلی نیست، ولی یعنی ایرادی به لحاظ مفهومی نداره، اما میتونه یه مقدار مثلا بهتر شه، ولی نمیخوام ایراد بنی اسرائیلی ازش بگیرم. بعض اونجایی که خب مسعود صادقلو ترانه سوره کار کشته ای نیست میتونم بپذیرم، یعنی این چهار خط غیر از اون ایراد قافیه و اون تشبیهاتی که اگر گفتم میبود خط خیلی خیلی بهتری میشه، اما خب خط نرمالیه، مثلا از 10، 6 و 7 بهش میتونم. اما مشکل از اینجا شروع میشه. دل به دل راه داره جذابی عشقم، آرزوم اینه باشی جلو چشمم، دل به دریا زده ام عاشقم عشقم. اینجوری نکن با دلم، هی نزن چشمک. ببینید میگه دل به دل راه داره جذابی عشقم. خب این جذابی عشقم که مشخصه، چون صورت ماه داره، موهای صافه، مست چشاش میشه، خب این جذابه، اوکی. میگه دل به دل راه داره، شما زمانی از دل به دل راه داره استفاده میکنید که یک پالسی هم از طرف مقابلتون گرفتید. یعنی اگر در ترانه گفته میشد که مثلا من دارم عاشق تو میشم، جذب تو میشم و تو هم داری یه سیگنالی به من میدی، بعد میومدی میگفتی دل به دل راه داره، معنی میداد. اما اینجا دل به دل راه داره یه جورایی معنی نمیده، یعنی قبلش پرداخت نشده، زمینش چیده نشده که ما به این نقطه برسیم. خب جذاب عشقم مسئله نیست، آرزوم اینه باشی جلو چشمم. چشمم و عشقم که قافیه نیست، یعنی اگه بخوایم عشق من و چشم من، اون میمه در واقع از من مالکیت میاد، عشق و چشم رو بخوایم قافیه نگاه کنیم هستی نیست که قافیه نیست. بعد اینکه آرزوم اینه باشی جلو چشمم، خب آرزوی بزرگی نیست. اینجور موقع بعد اینکه مثلا آرزوم اینه که مثلا تا همیشه پیشم باشی، آرزوم اینه جلو چشمم باشی که الان جلو چشمت هست و داری میبینیش، پس این آرزوی بزرگی نیست. یعنی اگر مثلا میگم آرزوم اینه همیشه جلو چشمم باشی، بمونی جلو چشمم، نمیدونم همیشه تو رو ببینم، یه همیشه یه در واقع مضارع استمراری که به آینده خط بشه، درست. خب حالا یه مشکل دیگه، دل به دریا زده ام عاشقم عشقم، اینجوری نکن با دلم، هی نزن چشمک. چشمک و عشقم هم که قافیه نیست. دل به دریا زده ام، زده ام کتابیه، غیر محاوره است. ما میگیم دل به دریا زده ام، خب بعد این عشقمه چرا دوباره اومد؟ یه جا میگه جذابی عشقم، بعد دو بند بعد دوباره عاشقم عشقم. این تکراره جذاب نیست، تکرار خوبه ولی نه اینجور جاها، در واقع این تکرار زدگی ایجاد میکنه. خب بعد اینکه دل به دریا زده ام، زده امی که غلطه، شما دل به دریا زمانی باید بزنی که هنوز حرفا رو نزدی،
هنوز بارون تو صورت ماه طرف رو ندیدی، اونا رو وصف نکردی، عملیات مخزنی رو شروع نکردی، دلو به دریا باید اول بزنی و بیایید بعد تو ماجرا. دل به دریا زدم، زدم که نیست، دل به دریا زدم آمادم که بیام. خب قبلش نبود این توضیحاتی، بعد اولی که من دل به دریا زدم و حرفامو بزنم و بعد شروع کنی به حرف زدن. البته باز هم میگم اینا ترانه های همچین تاپی نیست که مثلا بخوایم خیلی ذره‌بین روش بندازیم، ولی چون برنامه ما نقد جدی ترانه است، من انقدر واو جزئیات میپردازم بهش. این بدل دل به دریا زدم اگر اول کار میومد قشنگتر بود، و این دوری نکن با دلم هنگ نزن چشمک. این چشمک زدنه باید قبل دل به دل راه داره میومد، یعنی تو چهار مصرع اول میومد که باید گفتیم دل به دل راه داره. بعد الان دوباره اومده چشمه هی نزن چشمک، اون چشمه که بعد اول میومد، بعد اینجوری نکن با دلم هی نزن میزن. دل به دل راه داره. این دوتا در واقع پرداختی براش نشده از قبل، یعنی ما چیزی ندیدیم که به چشمک برسیم و بفهمیم دل به دل راه داره. یعنی سیگنالی از اون دختر خانومی که نشسته و داره یه گرایی میده به مسعود صادقلو یا هر کس دیگه، خودشو داره جای اون خواننده ترانه و خود ترانه میذاره، ما اینو ندیدیم. پس این در واقع غلط محسوب شد جدا از غلطای دستوری که داره. یعنی الان این 8 خطا که میبینم، 4 خط اول ترانه مطلع کار به نظرم بهتر از اینا بوده. میریم سراغ ترجمه. مغرور جزا زیبای خوشگل، چشمات درشت هی قلبم تو مشت. خب مغرور جزا، این جذابم به حال روز اون عشقمه افتاد. خب ما که میدونیم جذابه، خب بعد میگیم مغرور جذاب. مغرور یعنی چی؟ سلام. یعنی دختری که زیباست، آدمی که زیباست، تو جذبش میشی، بعد هر کاری میکنی بهش دسترسی پیدا کنی سخته، بعد تازه خیلی سریع هم به آرزو رسونده، تو رو جلو چشت هم نشسته. بعد آدم مغرور که چشمک نمیزنه، اصلا چشمک زدن کار آدم مغرور، آدم مغرور سرش به کار خودشه و اون طرف داره به تقلا و دست و پا میفته که مخ این مغروره رو بزنه. پس اصلا مغروره اینجا کار نمیکنه، یه چیز دیگه. و جذابم چون اونجا تکرار شده خیلی بلده، این دوتا اگه عوض میشد خب قشنگتر بود. مغروره مغروره که اصلا غلطه، ولی جذابه به خاطر تکرارش دارم میگم، ولی غلط نیست. زیبای خوشگل، غلطن در غلط. ما میتونیم بگیم سیاه مشکی، سیاه مشکی، خب مشکی سیاه، سیاه مشکی دیگه، سیاه مشکی، مشکی سیاه، غلطه دیگه. یا زیبا یا خوشگل، که من انتخابم زیبا، زیبا قشنگتره. حالا میخوایم این ترانه رو اگه خیلی مثلا ترانه خیلی دم دستی راحتی به لحاظ روایت ببینیم، خوشگله بمونه، یکیش باید حل شه. غلط. چشمات درشت تی قلم تو مشته، مشته تو خوشگل که از اون قافیه نیست. چشمات درشت تی یعنی چی؟ اگه این بوده که مثلا میگه چشمات درشته ای قلبم تو مشته، که اینم غلط. اصلا اون تلفیقی که ترانه ملودی باید درست رعایت کنه، چون ترانم غلطه ملودی هم درست ادا نشده، اینجا یه غلطی اتفاق افتاده. خب بعد میگه مغرور جذاب زیبای خوشگل، چشمات درشته قلبم تو مشته. یه حرف بزرگتر، مغرور جذاب زیبای خوشگل، چشمات درشته، پاهات درازه، قدت بلنده، گیسود کمنده، حالا باز این قدت بلنده فکرم بهتر، چشمات درشته قلبم تو مشته. وقتی میگی چشات درشته، مثلا بگی این قلبه رو بگی قلبم تو زندونه، چه قلبم تو دست چشات، حالا باز بهتره. جلسه ما چون اونجا خوشگله رو داریم، خب باید به فکر اون قافیه خوشگله هم باشیم، که این قافیه گرفتنه اینجا خیلی سخت هم میاد، مخصوصا که ترجیبندم از مهمترین قسمت کاره. امیدوارم که این قسمت ها از برنامه نقد ترانه مورد توجه قرار گرفته باشه. خیلی خوشحالم که با من و تیمم همراه هستید. تا برنامه بعدی، خدایا رو نگه دارتون.